سلام بچه ها، چطورین؟ بالاخره بعد از 2 ماه من اسباب کشی کردم و خواستم که یه ویدیویی بگیرم از اسباب کشیم و از خونه جدید. امیدوارم که خوشتون بیاد. بریم با هم ببینیم. بفرمایید دوستان، خوش اومدین. شما هم مثل من وقتی میخواییم برای بار اول وارد خونه جدید بشین با آینه و قرآن و یه تیکه نون وارد میشین؟ آینه نماد روشنی و نون رزق و روزی و قرآن هم که کتاب آسمون نمونه. اولین کاری که کردیم کف خونه رو حسابی شستیم و آب کشیدیم. خب امروز اومدیم برای شستشو خونه. مامان زحمت کشیدن برامون لوبیا پلو درست کردن، آوردن اینجا. حالا غذا بخوریم، خونه رو شستیم قشنگ، آب کشیدیم زمین و غذا بخوریم، بریم دوباره برای بقیه کارها. من بهترین کاری که کردم تمام وسایل شکستنی و ظرفای آشپزخونه رو خودم آوردم توی این خونه. دوستان از که بار اولی از کانال من دیدن میکنید، کانال سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید تا ویدیوهای بیشتری از من ببینید. خب فعلا یه مقدار کارا رو کردیم، شب شده دیگه، باید برگردیم بریم اون خونه. یه مقدار تمیزکاری کردیم ولی هنوز مونده، اونم جعبه های خالیه. قیافه خسته، تا ببینیم کی جمع میشه این خونه. خوبی اسباب کشی من این بود که من وسایل خورده ریز و وسایل آشپزخونه و کمدامو خودم آوردم، دونه دونه شستم و هر کدومو سر جای خودش گذاشتم. فقط میمونه چند تیکه از وسایل بزرگم. آره بذار ببینه. ها درسته، کج نیست، درست درست، دست درد نکن. خب سرویس های خوابی که از قبل خریداری کردیم و الان آوردم. بیا بیا لازم رفتیم دنبال خرید روستر. تنوع روستر اینجا خیلی بالا بود، مدل‌های مختلف، طرح‌های مختلف. بالاخره تونستیم یه مدل انتخاب کنیم.
اونو رو بزنم. آتیش کن. آتی بشه؟ نه 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 ترشم سمانی. من نگه دیگه تموم شد. اینجا هم چیدم، این هم سرویس رومیز ما. خسته نباشم، حالا برم این پایینو بچیدم. خب من سرویس آب بکنم، چون تعدادش خیلی زیاده سلفون میکشم میزنم که خاک نگیره همیشه. خب الان خاور اومده برای اسبابای بزرگم. بالاخره تموم شد. منتظر لایک و کامنت های پر انرژیتون هستم. خدا نگهدار.